فشارم و گوش میکنیم به نظر کیاوش اوستا عزیزم. کیاوش اوستا در فرانسه، ما از لس آنجلس بارانی به شما درود میگیم، چیزی که خودتون باب کردید. درود بر شما کیاوش اوستا عزیزم. درود بر شما ارفادی و علی مسعود امینی عزیزم. درود به همکارانتون. برنامه باید در سر و سر جهان از طریق پرژین CNN در تیوی پخش میشه. اگر اونجا غزاله بتونه بره رو سایت پرژین CNN در تیوی، پرژین CNN در تیوی، پرژین CNN به هم چسبیده بعد دات تیوی، تصویر ما رو هم شما خواهید داشت و همین تصویر صدای شما هم امینی در سر و سر جهان هست. آتیه خیلی نزدیک از برنامه های دیگه ما مستقیم تصویر شما رو پخش میکنیم و از اینجا در استودیو IPN با استودیو پرژن CNN در فرانسه مستقیم به جناب علی صحبت میکنیم. سیاوش اوستا عزیزم، ما وعده کرده بودیم در مورد موسیقی در فرهنگ ملیمون، در موسیقی پیش از اسلام با هم گفتگو بکنیم، اما نشد. اون مجال پیش نیومد با اینکه شما اینجا تشریف داشتید، نشد این کارو بکنیم. اما از همین طریق که الان عرض کردم خدمتتون و خودتون رو پیشنهاد کرده بودید با هم گفتگو میکنیم. اما امروز که پیش از نوروزیم، سیاوش اوستا، در ارتباط با چهارشنبه سوری، هفتین سال تحویل و سیزده بدر، هر کنون جدا جدا تعریف و فرهنگ و فلسفه خودش رو میتربه که آدم تعریف کنه، ولی چهارشنبه سوری پیش از اسلام و سپس پس از اسلام رو میشه برای ما یه روایت تازهی به دست بدید لطفا؟ عجیبه که جناب مسعود امیری، در ایران هم مهمانجاران ما هر سال بیشتر متوجه این قضیه میشن. من همین روز دو سه تا تلفن از شخصیت‌های بزرگی که اصحاب رسانه هستن در داخل کشور داشتم که روی همین تئوری که من چند سال دادم در رابطه با چگونگی و فلسفه از کنم خدمت چهارشنبه سوری پرسش میکردن از من. فلسفه چهارشنبه سوری خیلی جالبه که اینم برای نخستین بار من چند سال پیش باز کردم آقای امینی، و خوشحالم که این قضیه با مهرورزی دوستانمون در داخل کشور از طریق رادیوی ایران، یعنی رادیوی ایران واقع شده در تهران، در سراسر ایران و جهان پخش شد اون چند سال پیش، و الان هم روی سایت های اینترنتی اینو گذاشتم هست که فلسفه چهارشنبه سوری و چند سال پیش ما نه از تلویزیون پوزیشن خودمون در خارج از کشور، بلکه از با صدای سیاوش اوستا از طریق رادیو ایران پخش کردیم، که همکنون هم اگر روی گوگل افراد جستجو بکنن بزنن چهارشنبه سوری سیاوش اوستا، اون متن و اون گفتار رو دارن. این تئوری آقای مسعود امینی تئوری است که درست است و جدید هم هست، که سیاوش اوستا برداشت کرده از شاهنامه فردوسی از پیروز پارسی که نامش نام اصلیش بوده، و من فلسفه این رو اینگونه یافتم که میدونید سیاوش تقریبا همان امام حسین هست، یعنی سیاوش یکی از قربانیان تاریخ ایران هست که خود افسانه ای دارد. اما افسانه چهارشنبه سوری از اونجا شروع میشه که سیاوش چون مادرش رو در خردسالی از دست میده، 7 ساله است که مادرش از دست میده، کیکاووس یک زن دیگه میگیره، این بانو اسمش هست سودابه. سودابه بسیار عاشق و شیفته سیاوش فرزند ناخوانده خودش میشه، یعنی از مادر یکی نبودن، مادرش نبوده ولی مادر ناتنیش بوده، عاشق اون میشه و به بهانه این که بیاد وارد کاخ بانو سودابه بشه تا با دختران و با دختر اون به اصطلاح حالا دیدار داشته باشه و غیره، دست تمام بره به سیاوش. مهمانیار مسعود امینی عزیز، افسانه سیاوش و سودابه دقیقا کپیست که تورات از ما کرده، همون قصه یوسف و زلیخا. قصه یوسف و زلیخا چون من در کتاب افسانه ها 20 سال پیش نوشتم، بسیاری از افسانه های تورات برگرفته از شاهنامه ماست، از شاهنامه ای که پیش از اسلام وجود داشت، یعنی پیش از این که توسط فردوسی سروده بشه، شاهنامه یعنی تاریخ شاهان ایران یکی از کتاب های 120 گانه اوستا بوده. این افسانه
سیاوش با سودابه که چهارشب سوری از دل اون میاد بیرون دقیقا شبیه همونیست که در سامی ها از با عنوان یوسف و زلیخا ازش یاد میکنن، ولی ریشش همین سیاوشه. برحال سودابه میخواد دسترازی کنه به سیاوش و با اون همخوابه بشه. سیاوش اعتراض میکنه، میگه تو مادر من هستی، من چنین اجازه رو نمیتونم به خودم بدم که با تو این کار رو بکنم. اینطور میگه فردوسی، میگه فردوسی میگه که سودابه سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد، همانا که از شهر ناورد یاد. رخان سیاوش چو خون شد ز شهر، بیا راست مژگان به خونابه گرد. چنین گفت با دل که از کار دیو، مرا دور دارد کیوان خدیو. نه من با پدر بیوفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. سیاوش اینو میگه، بعد به مادر خودش، مادر نوتنش خانم سودابه میگه سر بانوان و هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری. این من گمان کردم که تو مادر من هستی، چنین دید و نگاهی به من داری. و به هر حال سودابه که میبینه نقشش براب شده و فرزند ناخوانده‌اش، سیاوش از جای برمیخیزه که از کاخ خارج بشه. درست به سان افسانه‌ای که برای یوسف و زلیخا ساختن، میگه که بدو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهانی، بسیش که تو مرا خیره خواهد که میگه به پیش خردمند رعنا کنی، بزد دست و جامه بدری پاک. به ناخن درخ را همی کرد چاک، برآمد خروش از شبستان اوی، فقانش ز ایوان برآمد به کوی. داد و فریاد میکنه که آره سیاوش میخواست من دست رازی کنه که غیره. مسعود امینی عزیز که جنجال میشه، کاخ به هم میریزه، که کابوس حاضر میشه و همون افسانه‌ای که هست رو میدانیم. سیاوش میگه پدر این دروغه، من چنین چیزی نداشتم، چنین نظری نداشتم. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر، گفت پدر من سیاوش عبدالصاب، شما رو ما مستقیم از دفتر کارتون داریم پخشتون میکنیم، به استعداد و قابلیت بسیار شیرین قزواله با امیر نباید شک کرد، دستش رو دارم. سیاوش عبدالصاب ما شما رو داریم میبینیم، همینک مردم سراسر جهان شما رو دارن میبینن، با دستتون روی میز، تلفنتون مجرشه، بالای سرتون نگاه میکنید، دیگه به این میگن IPN آرتیستیک. بفهمید، میفهمید IPN زد دیگه رو دست همه مردم جان. این دیگه IPN چی شد؟ ببینید مستقیم و مهربان آقای مردم. دست شما درد نکنه، خدا لعبتتون بده، دست شما درد نکنه. میفهمید سیاوش جان، بفهمید. حالا عزیزم بعد اینجاست که سیاوش مردم جان، سیاوش میاد و به پدرش میگه برای اینکه من پاکدامنی خودم رو ثابت بکنم، من حاضرم که از تونل و یا راهرو به آتش عبور کنم. اگر من به تندرستی تونستم از این آتش و تونل آتش عبور کنم، که خب تو میدونی که من پاکدامنم، اگرم نتونستم خب در این راه طرف میشم و میمیرم. بعد میگه سری پر از شرم و تباهیست مرا. سیاوش میگه اگر بیگناهم رهاییست مرا. میگه اگه من بیگناه باشم که رهایی پیدا میکنم و میتونم نجات پیدا بکنم. سیاوش سپه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش و آتش بساخت. مسعود جان شما خودتون که چه کام سرا هستید، ببین فردوسی بزرگ چه زیبا میگه اسبش هم، اسب سیاوش هم با آتشی ساخته. سا آتش برون آمدن آزاد مرد، لبان پر ز خنده درخ همچون ورد. میره واقع میشه سیاوش، اسب سیاه خودشو میتازه و میره از آتش عبور میکنه، به تندرستی از اون ورد میاد بیرون. چو بخشاوش پاک یزدان بود مسعود جان، سواران لشکر میگه سوار دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی بزرگ میگه که اگر خداوند بخشاینده و مهربان یزدان باشه، دیگه آتش هم با باد یکی میشه برای سیاوش. و از اونجاست که مهربان جان سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی شدند در جهان، میان کهان و میان مهان.
سیاوش به پیش جهاندار پاک یعنی پدرش بیامد به مالید رخ را به خاک که از تفت آن کوه آتش پرست همه کامی دشمنان کرد پست. دشمنانی که قصد تباهی و نابودی سیاوش را داشتند عزیزم مهربان یار مسعود امینی نقشه‌هاشون براب شد و سیاوش شادمان اومد بیرون. از اونجاست که این اتفاق چون مهربان یار عزیزم مسعود امینی در آخرین بهرامشید یعنی سه‌شنبه سال رخ میده و چند روز بیشتر به بهار باقی نیست، پادشاه کیکاووس دستور میده که به یمن این پیروزی آبرو عزت و شرف خودش و فرزندش سیاوش فرمان میده که سه روز جشن بگیرن. و میدونیم که سور مهمانیار یعنی میهمانی یعنی جشن. وقتی که هم سیاوش از آتش میاد بیرون سیاوش را تا در بر گرفت ز کردار بد پوزش را گرفت می آورد و رامشگران را بخاند همه کام ها با سیاوش براند. سه روز اندران نبود بر در گنج. شاهنامه فردوسی چنین میگه مسعود امینی عزیزم که سه روز رو سور داد کیکاووس به یمن پیروزی سیاوش که از آتش آمده بود بیرون. و اینجاست که از اونجا مد میشه این رسم میشه این که آخرین بهرامشید شب یعنی سه‌شنبه شب هر سال رو ما از روی آتش اگر میپریم اگر میگیم زردی من از تو سرخی تو از من و و و و الی آخر برای اینی که یاد سیاوش رو گرامی میداریم و یاد پاکی راستی و درستی رو. و یادتون نره مهربان یارانی که صدا رو میشنوید که چهارشنبه اسمش هست چهارشنبه سوری، چهارشنبه آتش بازی آتش اندمی اسمش هست چهارشنبه سوری. دقیقاً همین واژه‌ای رو که امروز ما می‌بینیم در فردوسی است. امروز که مسعود امینی عزیزم یکی از اصحاب رسانه‌های بزرگ ایران که اسمش من نمیارم ولی به زودی اونها هم در رابطه با چهارشنبه سوری تمام رسانه‌های ایران مطالب بسیاری خواهند نوشت چه نشریات و چه از کام خدمتون رادیو تلویزیون‌های داخل کشور، از من می‌پرسید که سند این رو شما از کجا میاری که من همین رو براش گفتم و اینها قراره که در ایران هم منتشر بشه که سند خود شاهنامه فردوسی است که از این جنگ سیاوش با آتش از سور یاد میکنه که کیکاووس و سه شب رو جشن میگیره. از اونجاست که مهربان یار این دشت شنبه سوری مد میشه در ایران اهورایی. مهربان